پسر جذب با یه ریش مشتی، صبح زار شب میزنه قرم سبزی، اینه که دل بنی پیرنه هوایی، دلارم میلرزونه بابا تا کجایی، از دهش هستی قشت و پنجی، اسمشو میدونیم پس با من بگی. سلام سلام، سال نوتون مبارک باشه. 100 سال به این سالا. امسال که از آجیل و این چیزا خبری نیست، مجبوریم خوش خوش کنار هم باشیم. به نظر من بشینیم تو این سالا به اون سالایی که این همه آجیل داشتن فکر کنیم، اینکه چه غلطی کردیم، چرا بیشتر نخوردیم. ولی به نظر من موضوع مهم در عید روبوسیه، بالاخره دو تا بوس یا سه تا بوس، بعد اول بریم سمت چپ یا اول باید بریم سمت راست. اونی که دو تا بوس میکنه با دو تا چای میشه سرتاش همو بود، اونی که سه تا بوس میکنه اومده آجیلا رو غارت کنه. اگه کسی چهار تا بوس کرد دیگه معلومه اون واسه آجیل نیومده، دنبال خوردن خودتون. اگه کسی رفت یهو واسه بوس پنجم فرار کنید، این شب میمونه، اینو بهش رو بدید یهو لختم میشه. مهمونی که با پنج تا بوس شروع کنه موقع رفتن میکشه بالا میره. من خودم از اینام که میرم خونه فامیل، دختر خوشگل اگه داشته باشن، همینجوری نیم ساعت از وقت مهمونی رو میبوسم. هی میبوسم، میچرخم، دوباره برمیگردم، همه رو از اول میبوسم، میگم خیلی دلم براتون تنگ شده بود. با بوس و اینا واقعا دلتنگیم برطرف نمیشه، ولی خب چیکار کنم؟ بعد من یه چیزی رو نمیفهمم، این جمله بزرگ شدی از سن عیدی گرفتن گذشته دیگه چه گفتیه؟ الان دیگه باید خودت عیدی بدی دیگه واقعا نامردیه. بعد فکر کن با این همه گرفتاری میری خونه فامیل، دختر ندارم، مگه ما علف شمایی؟ از اون بار فامیل میاد خونت، بچه‌شو باید ببری توی اتاق کتک بزنی، واقعا کار زشتیه، ولی خب حالم میده. یا یه سری فامیل میان دختراشونو با خودشون نمیارن، مگه ما مسخره شماییم آخه؟ یعنی ریخته نسل شما رو ببینیم که چی بشه؟ تازه میخوای بیای میوه‌ام کوفت کنی؟ اینا رو من اینقدر میبوسم که از خونه فرار کنم. یه سری هم هستن که افتخارشون اینه که سبزه ما از سبزه شما بزرگتره. بارها گفتم سایز مهم نیست، هر سالم یه چیزی میگن نخرید، ماه قرمز نخرید، حیوانات گناه دارن، سبزه نذارید، گیاهان گناه دارن، سیر نذارید تو سفره بو سیر میگیرید، سکه نذارید پر از میکروبه، اصلا هفت‌سین نچینید اضافه کاریه. میشه شبای عید بخوابیم؟ اجازه داریم این کارو یا نه؟ ناراحت میشید. از اون طرفم مادری یه جوری آجیل قایم میکنه CIA نمیتونه پیداش کنه. یعنی واقعا البته با این قیمت آجیل، همین که شما آجیل خریدی احتمالاً کلاهبرداری چیزی هستی، اختلاس میکنید آجیل میخرید. جدی دارم میگم، بچه بیچاره از اول دی ماه میگره دنبالش که آخرم مثلا دو روز مونده به عید تو کمد مادر بزرگت لای شورتای یادگاری بابا بزرگت اون آجیل رو پیدا کنه. یه مش برمیداری میری، 5 دقیقه دیگه برمیگردی میبینی جاشو عوض کردن. یعنی هر 5 دقیقه یک بار جاشو دارن عوض میکنن. اینقدر فضا امنیتی، آدم میترسه تو خونه تردد کنه به خاطر اون آجیل. فکر کنم امسال بابای منم آجیل خریده، چون شبا با باتوم و تفنگ ساچمه روی بالکن داره کشیک میده. دیشب بیدار شدم دیدم در اتاق منم قفل کردن، گفتم بابا بذار میخوام برم توالت، گفت تو خودت برین، امشب تردد ممنوعه. بعد وقتی 8 صبح میای واسه عید دیدنی زنگ میزنی درو باز نمیکنیم، یعنی نیستیم دیگه، برو بذار بخوابیم جان مادرت. وقتی هم شبا میای برقا خاموشه، یعنی نیستیم. حالا اگه صدای تلویزیون میاد شاید تلویزیون روشن گذاشتیم، یا اگه صدای حرف زدن میاد شاید دزد اومده. خب اصلا به شما مربوط نیست، خونه خودمونه، دزد میخوان بیاد خونه ما رو بزنه. یهو پا نشین از بالای دیوار بیاین تو، مثلا ما رو ببینین توی تاریکی نشستیم. اینجوری هم آبروی ما میره، هم احتمالاً با سنگ بزنیمتون از روی دیوار بیافتین دهنتون سرویس بشه. حالا اینکه بعضی دخترا میگن به عید اعتقاد ندارم، کادو نمیدم و نمیدونم یعنی چی، خب باید عیدی بدین دیگه، این یه سنت، این تاریخ و فرهنگ ماست. از طرفی هم بعضی از دخترا هستن که اعتقاد دارن به عیدی و عیدی گرفتن، یعنی میخوان عیدی بگیرن. من اینو هم درک نمیکنم، همین سنتاست که ما ایرانی‌ها رو عقب نگه داشته. بابا عیدی مهم نیست، مهم اون عشق و علاقه است. متاسفانه چند سالم هست مد شده بعضی از این خانواده‌ها نمیرن مسافرت، پسر رو توی خونه تنها نمیذارن. خب شاید ما کار داشته باشیم، یه چند روز خونه رو مکان کنید حداقل. یعنی منظورم اینه که واسه این میگم که بمونیم خونه، راحت تمرکز کنیم، پیک شادی رو حل کنیم، خدای نکرده از درسامون عقب نمونیم. من واقعا دغدغم درسه. بعضی از این خانواده‌ها میرن مسافرت، بچه‌ی بدبختو میندازن صندوق عقب، با زور به خودشون میبرن. پدر عزیز، مادر عزیز، این بچه کلی کار نکرده داره. منظورم اینه که برای پیک شادی رو باید سریع حل کنه، اگه حل نکنه یکی دیگه میاد میکنه. منظورم اینه. این سفرهای عیدم بد کوفتیه، یا همش توی ترافیکی یا کشته میشه. پارسال هزاران نفر توی تصادفات عید کشته شدن. من خودم هر سال میرم توی این جاده های کشور میچرخم که شاید کمکی از دستم بر بیاد انجام بدم.
پارسال یه تصادف شد، سری پریدم به دختره تنفس مصنوعی دادم. یه دونه زد زیر گوشم. گفتم لیاقت نداری کمکت کنم. گفت احمق من تصادف نکردم، فقط دارم نگاه میکنم. رفتم جلو دیدم دو تا مرد تصادف کردن. دیگه خب واقعا یعنی نشد تنفس مصنوعی بدم دیگه. یعنی مصنوعیام یه جورایی تموم شده. موضوع دیگه این فامیلایی هستن که تا حالا ندیدینشون. عید یکی در میزنه میاد تو، چند تا ماچ هم میکنه، میگه من عموی باباتم. خود بابات یه گوشه ساکت نشسته، این آقا رو اصلا یادش نمیاد. خب مگه مجبورین بعد 20 سال رفت آمد کنین؟ بعد تا میشینه دست میکنه تو ظرف آجیل، میگه کلاس چندی عمو؟ تازه به منم نمیگه، به بابام نگاه میکنه، میگه کلاس چندی؟ زن نمیگیری عمو؟ کار چیه عمو؟ عمو زهر ما رو، اصلا من تو رو نمیشناسم. ما خودمون فامیل زیادی نداریم. ما دو تا خاله داریم که خب اونم هر سال این موقع من میرم دم خونه شون، چند تا چک و لگد به پسر و دختراشون میزنم، یه دعوای خانوادگی پیش میارن که نیام خونه. یه عمو هم داشتم که هر سال این موقع از دخترش خواستگاری میکردم، اونا میگفتن بی شرف این شوهر داره، دست سرش بردار. اونا هم غر میکردن نمیومدن خونه. امسال هم دو روز مونده به قبل عید زنگ زدم کدورتو با همه فامیل تمدید کردم، با چند تا خوش خارمادر راهی آشتی رو یه جورایی بستم. این تلفیق سنت و مدرنیته هم واقعا چیز مزخرفیه ها. یعنی مهمون میاد از در نیومده تو، بوس اولو نداده، میگه رمز وایفای رو بده. خب عزیزم شما اومدی ما رو ببینی یه وایفای رو، بعد تا به وایفای خونتون وصل میشه یه دفعه به گوشیش نگاه میکنه، میگه ای بابا این فیلمه که یه سال منتظرش بودم فولشتیش اومده، همین الان میزنم دانلود. این فیلمه نمیدونم چیه، ما تا رمز وایفای میدیم گویا این فیلمه میاد بالا، همه میخوان دانلودش کنن. حالا وقتی من رمز وایفای رو گذاشتم ریدم دهن هرچی فامیله، اون موقع میفهمید که نباید چیزی دانلود کنه. البته خب میگم دیگه ما فامیل زیادی نداریم، همون یکی دو تایی هم که قراره بیان احتمالاً دم در برق میگیرتشون، میرن بیمارستان عید دیدنی، چون بابام امسال به در برق وصل کرده. آقا قدر کوچیک‌ترا و قدر بزرگ‌ترا رو بدونین، مخصوصاً کوچیک‌ترا. مثلا خب یه دختر دبیرستانی دیدین توی کوچه داره میره، بهش فحش ندید. اینا میرن دانشگاه و ابروها رو برمی‌دارن، یه جوری داف میشن که به گوه خوردن میافتن. قدر متوسطا رو هم بدونین، قدر قطورا، قدر درازا، قدر کوتاها، قدر کلفتا، قدر نمیدونم واقعا نمیدونم در مورد چی داشتم حرف میزدم. آها در مورد عید و این چیزا بود. در هر صورت عیدتون مبارک باشه. آقا من برم این پایه دوربین رو 3-4 تا بوس کنم و بیام، عکس طناز رو اینقدر میخوام ببوسم که توی توف غرق بشه. سال نوتون بازم مبارک باشه. سلام به ملت شریف ایران، سلام به سگ سیاه افسردگی. آقا ببخشید این هفته واقعا سگ سیاه افسردگی هی دورم پرسه میزنه. هر کی توی خیابون خواستم خفت کنم بیارم پشت صحنه نیومد. حتی به بیکارترین و انگلترین آدما هم زنگ زدم گفتم بیاین اینجا، نیومد. دم عید برام خب کسی گیر نیوردیم دیگه. پسر متأهلا که الان دارن خونه تکونی میکنن، وگرنه زنشون جرشون میده. مجردام که دم عید دنبال پرپاچن عیدو تنها نباشن. شاعر میفرماید من ماندم تنهای تنها، من ماندم تنها بیا خانه ما. من جان این نبود، اصلا کسی اون پشت نیست، به خدا دارم با کی حرف میزنم؟ عادت کردم از شعرام غلط بگیرن دیگه، حتی درستم که میخونم انگار یکی اون پشت میگه اشتباه. آقا بریم سراغ برنامه وزین و مردمی خودمون. حتما از باغ وحشای ایران خبر دارید دیگه، منظورم شورای شهر و مجلس و ایناست دیگه. این برنامه رو دوبار ببینید، چون من واقعا دارم در مورد باغ وحش حرف میزنم. واقعا این حیوانات از دست مسئولین اسیر شدن. توی آفریقا مردم از دست حیوانا اسیر شدن، اینجا حیوان توی جنگل مسئول میبینه نسل خودشو منقرض میکنه که یه جورای دست اینا نیفته. باغ وحش مشهد یه شیر داره، شیر خوراکی نه، از این شیر واقعی ها. ببینیدش، این بیچاره اینقدر بهش چیزی نمیدن داره از لاغری میمیره. بعد حامیان محیط زیست رفتن پیگیری کردن و اداره محیط زیست خراسان گفته تیپ شیر باغ وحش مشهد لاغرندامه و هیچ وقت چاق نبوده. دیدی میگن فلانی هرچی میخوره چاق نمیشه، این شیر از اوناست. تریپش لاغر و اسکینیه، واسه ماده شیرایی که اسکینی دوست دارن درست شده. شیرای آفریقا سال به سال چیزی گیرشون نمیاد بخورن، تیپشون چاقه. اونا آب هم بخورن چاق میشن. شکم و اینا هم که خب همه واسه غم غصه است دیگه. اصلا من خودم با این شیره حرف زدم، رفتم بهش غذا بدم، داشت کالری رو میشمرد، گفت نه اینو نمیخورم کالری داره، نه اونو نمیخورم هیکلم به هم میریزه. آخرم دست گذاشت روشونم گفت ببین چاقی هزار تا درد میاره، زانو درد و کمر درد و چه میدونم قند و چربی و اینا، تو هم سری لاغر کن. حالا میخوایم براش یه پیج تو اینستا بزنیم که مثلا چه میدونم نکته های لاغری رو بگه دیگه. بعضیا خیلی دوست دارن نکته بگیرن، هی تو این پیجا میرن میگردن نکته رو بگیرن. حیوونه داره از گشنگی میمیره، قشنگ معلومه هر سه ماه بهش غذا میدید، بعد میگی تیپش لاغره، بفرستینش بره باشگاه یکم حجم بیاره، اینجوری هیچ شیر ماده سمتش نمیره. شاید دلش بخواد قرار اول یه شیر ماده رو بیاره توی قفسش،
به خدا اینجوری مرغ و اردک هم بهش با نمیدن. بعد این شیره لاغر اندامه، مسئول شما میبینی 200 کیلو. به نظرتون غذا اینو میدن به کیا؟ یه فیل دوتونی میارن ایران میکننش 30 کیلو. بعد میگن نه این لاغر اندامه، ژنتیکش اینجوریه، همه با آهو اشتباه میگیرنش. یه چند وقت دیگه تیپ همه مردم ایران لاغر اندام میشه. با این وضعیت به خدا اصلا دیگه پولی نداریم ما چیزی بخوریم. در ادامه سازمان محیط زیست گفته این شیر از وقتی اومده ایران توی رژیم سخته. هرچی هم بهش میگیم بابا رژیم نگیر، دیگه خوب شدی گوش نمیده. میگه من دوست دارم اسکینی باشم. متاسفانه همه شلوارش گشاد شده بهش و هر جا میره شلوارش از خودش میفته. اونایی که دوست دارن مثل این شیر بشن، صبحونه قهوه بخورن، نهار 10 تا دونه بادوم، شام هم سالاد. برای اطلاعات بیشتر و گرفتن برنامه غذایی از شیر هم میتونین بریم باغوش حضوری از خودش بگیرید. امیدوارم موقع نهار نرین یهو بپره بخورتتون. درسته تیپش لاغره، ولی گشنش بشه زبون نفهم میشه دیگه. آقا بذارین من واقعا یه زنگی به هوشنگی بزنم ببینم واقعا میاد پشت صحنه کمکم کنه یا نه. الو هوشنگی چطوری؟ مامان تویی؟ قربونت برم. چرا خفشم؟ به خود من زنگ زدم میگم. چی میگی؟ من زنگ زدم گوشی هوشنگی چرا دست توه؟ بابا هوشنگی رو انداخته تو قفس؟ چرا؟ گفته یا اسکینی میشی یا میدمت به آقابش مشهد؟ آقا چرا هوشنگی که چاق نیست که؟ آها اومده بوده شارژ بگیره. خب پس حقش مرتی که. هزار من بهش گفتم آقا شارژ ما نمیدیم. قید جونشو زده. ببین مادر چرا صدا قرش میاد؟ الو ایداد بیداد. واقعا من نمیدونم دارن چی کار میکنن. آقا من اصلا گیر کردم اینجا. آقا بریم ببینیم دیگه چی داریم بهش بپردازیم. حرف از حیوان شد، این دوستمون هم شما ببینین چی میگه. حیوان عجیبیه واسه خودش. ببینین من یه خاطره زیبا دارم در باره یک اختلافی بین دو جوان. اینها داشتن از هم جدا میشدن. الحمدلله با توصیه‌هایی که به هر کدوم جداگانه و به هر دوشون با هم داشتن و گفتم به آفیسر بروید در این اتاق با هم به اون روشی که من گفتم گفتگو کنید. گفتگوها اینقدر گرم شد که منجر به ولادت یک نوروز خیلی خوب در 9 ماه بعد. این یارو اول به صورت جداگانه حرف زده با دختر و پسره، یعنی خودش تنها بوده با دختر توی اتاق. خب به نظرمون بچه‌ای که 9 ماه بعد به دنیا اومد و یه آزمایش چیزی بدین، نمیدونم شاید به خاطر اون مشاوره جداگانه یهو بچه شبیه این یارو بشه دیگه. البته خب زودم قضاوت نکنین، اصلا به ما چه. شاید همون دو نفری که رفتن توی اتاق گرمشون شده. اتفاقا وقتی گرم میشه آدم لباسشو در میاره که عرق نکنه دیگه. 9 ماه بعدم بچه به دنیا میاد. خیلی از فامیلای ما گرمشون شده بعدم حامله شدن. بعد واقعا من میخوام بدونم که چه توصیه‌ای کرده که این دختره باش رفته توی اتاق. این خیلی مهمه، چون من معمولا به هر دختری میگم بیا توی اتاق گرم حرف بزنیم نمیاد، میگه بریم بیرون سرد حرف بزنیم. دوستانی که میخوان گرم حرف بزنین، در خونه ما 4 تاق به روی همه عزیزان بازه، البته دخترها و پسرها نیان. بعد آخرش این یارو میگه چی بهشون گفتین که حامله شد؟ به منم بگید. چه روشی بود؟ دیگه این روشیشو اگر خواستی تشریف بیار تو براتون توصیه. خیلی ممنون ازتون. خسته نباشی. میخاری مگه؟ خب به تو هم بگه حامله میشی که کاری نداره. 2 دقیقه میری توی اتاق یه توصیه‌هایی میکنی، گرم میشی، حامله میشی. اصولا هر کی گرمش بود بیاد من این اتاق خوب واسه سرمایش دارم. مورد داشتیم اومده توی این اتاق از گرما داشتیم میمرده، ولی خب آخرش لخت فرار کرد. منظورم اینه که میخوام بگم هر کی روش خودشو داره. بیچاره اون دختر پسری که رفتن پیش این، مثلا آخه چی بهشون گفتی؟ گفتی داری با شوهرت مثلا حرف میزنی لخت باش. خب مردی که یه تو مترو چه میدونم آدم میخواد با شوهرش حرف بزنه همونجا لخت بشه، خب 100% حامله میشه. اینقدر اونجا شلوغه آدم با لباس میره اونجا حامله است، چه برسه که لخت باشه. ولی به نظر من نیازی نبود اینا دیگه با هم حرف بزنن. همون که آجاقا تک تک باشون حرف زده بود بس بود. بچه 9 ماه بعد به دنیا میومد، دیگه پسرم اضافه کاری نمیکرد. این همه موضوع رو به خدا حروم کردی خوردی. من از این به بعد با هر کی بخوام حرف بزنم میبرمش توی اتاق گرمش میکنم. دیگه حامله شدید یا نشدید به خودتون مربوطه. حالا که حرف از حیوانه، بحثو عوض نکنیم، یه خبر حیوانی دیگه هم بهتون بدیم. بعد این برنامه روغن حیوانی قراره پخش کنیم دیگه. چکیده برنامه رو میخوام بذارم اینستا، اسمشو بذارم روغن حیوانی. معاون محیط زیست گفته بعد انقلاب در بعضی از استانها گورخر بسیار تکثیر شده. مرسی که گفتی. اینو داری به ما میگی؟ خب ما که سالها داریم این حرفو میزنیم دیگه، شما دارین مخالفت میکنین. گورخر زیاد شده، همینجوری هم دارن زاد و ولد میکنن. بابا شیر تو این کشور غذایی نداره، داره از بی غذایی میمیره. صبح به صبح داریم به اون بدبخت نون و پنیر رو کره میدین. این گورخرام چون خرن نمیفهمن، یعنی اگر میفهمیدن تا الان منقرض شده بودن. آقا کی تو این کشور داره بچه دار میشه؟ فقط گورخران که با این وضعیت اقتصادی دارن بچه دار میشن.
حالا به این کاری ندارم، ولی خب فکر کنم مشاور این گورخرام همون یارو بوده، یه جوری تک تک با این گورخرا حرف زده، اینا هم هی گرم شدن رفتن حامله شدن. این راه افتاده، همه استانهای کشور داره میگرده، به صغیر و کبیر رحم نمیکنه، به حیوان و انسان رحم نمیکنه، همه رو داره گرم میکنه. اینقدر همه رو گرم کردید یه نفر به ما نرسیده من گرمش کنم. آرزو به دل موندم من با یکی برم توی اتاق گرمش کنم. آقا اینقدر در مورد گرما و حاملگی و این چیزا گفتم، یاد اون شعر افتادم که شاعر میگه من گرم و تو دیوانه، ما را که برد خانه. جانم نه این نه. اصلا کسی نیست، به خدا من نمیدونم، هیچ کس نیست. آقا بهم گوشزد کنه که من دارم توهین میکنم به اشعار ایرانی یا نه. آقا صدا چیه؟ ایداد بیداد، من فکر کنم در استودیو باز بوده، این گوره خرا زاد و ولد کردن ریختن تو. آقا نکنین، گم شید لاشیا، به خدا میام تک تکتون رو میبرم تو اتاق گرمتون میکنم. سلام به همه خبرگزاری‌های توی خونه. این اولین بخش خبری سال جدیده. اگه نمیبریدمون توی اتاق حاملمون کنید، باید بهتون بگم که این بخش اینقدر ازش استقبال شده که من خودم حاملم. چون این قسمت 85 و اینا نداشتیم، هواداره 85 خب ناراحت شدن دیگه. میخوایم نظرسنجی اول سال رو با خبر ورزشی شروع کنیم. ببینیم بهترین برنامه ورزشی سال چه برنامه‌ای بوده. به نظر شما بهترین و خفن‌ترین برنامه ورزشی سال کدوم بوده؟ 1. برنامه 85. 2. برنامه گزارش ورزشی که نبوده. 3. گزینه 1. 4. گزینه 1 و 3. سعی کردیم عدالت رو برقرار کنیم که بتونید به همه گزینه ها رأی بدید. شاید بعضی از برنامه ما خوششون نیومده دیگه، میتونن به گزینه های دیگه هم رأی بدن. خلاصه اینکه دستتون بازه. به قید قرعه 10 نفر رو میبریم توی اتاق گرمشون. هموطن اگر سردت بیا الان رأی بده. اولین خبر در مورد شعوره. شما ببین چقدر بعضیا شعور دارن. توی دبی دختره دیر میاد سر قرار با پسره، یه جورای پسره رو ناراحتش میکنه. 150,000 درهم به پسره جریمه میده. اینجا از این خبرا نیست که. ایران طرف دیر میاد، تازه از اون دور داد و بیدادم میکنه، میگه اینجا چیه قرار گذاشتی؟ من آرایشمو چه میدونم نصفه ول کردم، چرا هوا سرده، چرا گرمه، چرا ابریه، چرا آلوده است، این چیه پوشیدی؟ کلا ناراحتی پسرا اینجا امتیازم داره تازه. یعنی میرن به دوستشون میگن که ما ریدیم به پسره. هر کی بیشتر به پسرا برینه یعنی خفن‌تر یه جوره بین دخترا. اگه جریمه قرار بود بگیریم که من الان به خدا با جریمه زندگی خودم وسته بودم دیگه. حالا کاری ندارم، به هر حال کار درستی نیست توی رابطه هی جریمه بگیری. یهو خب طرف به جرم نوسان کمربند توی رابطه جریمه میکنه. چه میدونم یهو حواست نیست وسط قرمه سبزی میپیچی تو ورود ممنوع، شب در خونه جریمه میاد. این چیزا تو دبی گویا خب رعایت میشه دیگه. به خدا میخوام برم دبی زندگی کنم، هی با همه قرار بذارم، هی ناراحت بشم، هی جریمه بگیرم، یه جورای زندگی خودمو ببندم. یه جریمه هم واسه دنگ بذارید. خب هر کی دنگ نده بندازنش زندان، یا هر کی قرار اول نیاد خونه شلاق بزنن بهش. به نظرم اینجوری خوبه، یه جوری برخورد کنن تا گفتیم بیا خونه یهو بپره پشت وانت بیا. حالا کاری ندارم، زندگی عاشقانه خب اینجوری نیست دیگه. طرف 2 دقیقه دیر میکنه، سری نباد شما بنی شکایت کنین. شاید تو را تصادف کرده، نگران بشید. خب احمقا من نمیدونم، همه چیز که بیزنس نیست که. آقا حرف از بیزنس شد، یه آگهی داریم برای استخدام منشی. به خدا اصلا دلم میخواد برم منشی بشم. ماهیانه 40 میلیون هم دارن میدن. وظیفه‌م هم اینه که به آقای مدیر برسم. شما بخونین تو رو خدا، نگاه کنین چی نوشته. مطیع و حرف گوش کن، منعطف، آشنا به وظایف منشی برای امور شخصی مدیر عامل و امور دفتری. داداش ما خودمون همه بهمون میرسن. این از اون منشی هاست که باید بره توی اتاق مدیر گرمش کنه دیگه. اینقدر گرمش کنه که 9 بعد بچه به دنیا بیاد. البته مدیرها الان تیز شدن ها، این همه پول میدن که بچه به دنیا نیاد دیگه. در حقیقت والا با این پولی که میدن من میام هم کارمندا رو گرم میکنم، هم مدیر رو گرم میکنم، هم هر کی از در شرکت رد بشه میکشم تو یه ران گرم میکنم. اصلا منشی بودن الان خیلی پول توشه. البته پول توشه دقیقا. ساعت کاری رو شما ببین، از 10 تا 16، 6 ساعت میاد اونجا کاری مدیر رو میکنه، میکشه بالا میره. چیزا منظورم اینه که کارت میکشه میره دیگه. این از این شرکت خوباست، چون حقوق زیاده حتما کارت میدن. میخوام اینو بگم، مطمئن این قراره کاری مدیر رو بکنه. روزی 6 ساعت زیاده به نظر من. دارید خب این همه پول بهش میدین، بگین کار کل هیئت مدیره رو بکنه دیگه. میخواید اصلا وقتشو نگیرین الکی هر روز بیاد اونجا، بگین همون آخر هفته بیاد باغ دیگه. الکی خب هر روز بیاد شرکت، در حال همسایه ها مشکوک میشن دیگه. واسه آبروی شرکت خوب نیست، به خاطر همین دارم میگم. ولی جدی اگه فقط کار مدیر رو میخواید انجام بدید، من خودم بیام حتما. یعنی باید زن باشه. یو آگهی قرمه سبزی بدین دیگه، چرا مستقیم نمیگین چی میخوایم؟ ما که میدونیم. بعد زده مطیع و حرف گوش کنم باید باشه. به خدا
من اولین باری که دوست دخترمو 10 سال پیش آوردم خونه 45 دقیقه التماس کردم که مانتوشو در بیاره. دیدم هر لباس بخواد 45 دقیقه طول بکشه مادرم اینا برگشتن دیگه، پرتش کردم بیرون. بعد زده منعطف باشه، یعنی این انعطاف بدنی میخوایم داشته باشه یا مثلا چه میدونم مدیر دلش میخواد براش پشتک بزنه. بالاخره خب هر کسی فتیشای مختلف داره دیگه. من خودم هم دنبال یه منشی صحنه میگردم حقیقتش واسه اینجا. منعطف، منفجر، اهل معاشرت، شب بتونه بمونه، ساعت کاری کلا شباست دیگه. پشت صحنه کار هنری خوب خودتون میدونین دیگه، کثیفه. اونم میخوایم کثیف باشه که میاد اینجا کثیف نشه. آخرم نوشته رسیدگی به کارهای شخصی مدیر و کار دفتری. کارهای شخصی مدیر هم یعنی باید انجام بده، مثلا جاش بره توالت یا مسواک بزنه، چیکار باید بکنه؟ یا باید کارهای شخصی دیگه اش هم بکنه؟ چطوریه؟ اون امور دفتری دیگه چیه؟ یعنی دفتر رو باز کنه بذاره مدیر هر کاری خواست باش بکنه؟ به خدا اصلا ول کنین آقا، بریم سراغ خبر بعدی. من اینو بگم کلی هم کار دارم. ایده هنوز خونه تکونی من نکردم. به خدا کلی کار خونه مونده. دیشب به بابام گفتم بیا توی خونه تکونی کمکم کنه، منو برداشت کن. گفتم چی کار میکنی؟ گفت تو کثیف ترین چیز این خونه هست. الانم که مادرم فرش انداخته توی خیابون باید برم بشورم. آقا این سنت مهری و این چیزا گویا به هندم رسیده. توی هند هم وزن عروس برای شمش طلا مهر کردن و خب اینجا هم دارن وزنش میکنن. عروس سنگین تر از شمش هاست، معلوم نیست دو روز خورده نگوزیده چی شده وزنش از طلا بیشتر شده. دوماده برگاش ریخته، میگه این قبلا سبکتر بود، الان چون فهمیده هم وزنش میخوایم طلا بدیم یه هفته است نریده، رژیم چکونده، هر روز پیتزا و همبرگر. آقا تو رو خدا برگردیم به همون 1370 تا سکه. اینجوری خب طلا گرونه، بعد اینا هم یهو رژیم رو میشکنن، کوه طلا باید بیاری. حالا اگه عروس 200 کیلو بود چی؟ یعنی اگر اینجوری باشه باید تیکه‌ای زن بگیریم. مثلا من پولم نمیرسه شمش بگیرم دیگه، 250 گرم طلا میخرم میرم خواستگاری، مینم به اونا میگم از این دخترتون 250 گرم بهم بدین و برم، من بقیه‌شو نمیخوام، یا چه میدونم بقیه‌شو هر وقت پولم جور شد میام میبرم. به خودم مجبوریم قسطی زن بگیریم. البته ایرانی ها باج به این چیزا نمیدن، هم وزن عروس شمش میدن، یا میری شمشو باز میکنی میبینی توش طلا نبوده توش ریدن. بعد این دیگه مهریه رو کی داده کی گرفته نیست که، اینو باید نقد همونجا عروسو مثل بز ببری روی باسکول هم وزنش طلا بده. خب اینا رو میخرید بعد با این قیمت خب ازتون نمیخرن ها. به خود دست دوم بشه نصف قیمت هم بر نمیدارن چیز... یعنی طلا رو دارم میگم. عجب بیادبایی هست اینا، چقدر ذهنتون منحرفه. این عروس رو باید آدم ببره توی اتاق قشنگ چند سال گرمش کنه، یه جوره پول طلا در بیاد. من میگم به جای این کارا بریم منشی استخدام کنیم، به خدا ارزون تر در میاد. این همه در مورد حاملگی و اینا حرف زدیم، 8 تا پرستار توی یک بیمارستان با هم حامله شدن. دم دکتر بیمارستان گرم واقعا، یعنی منظورم اینه که دم شوهراشون گرم که اینقدر تنظیم کرده بودن. اینا رو حاج آقا برده توی آی سی یو گفته بیاین من گرمتون میکنم. گویا روشای حاج آقا توی خارج هم جواب میده. توی عکس قبل زایمان 8 نفرن، توی عکس بعد زایمان 7 نفرن. فکر کنم یکی سر زا رفته یا اینکه شوهرش فهمیده جریان چیه، طلاقش داده، اینم نیومده سر کار. تو رو خدا این چیزا رو مد نکنه. یوتوب بیمارستانه ایران رواج پیدا میکنه، میری بخش میگه یه پرستار بیاد آمپول مریض ما رو بزنه داره میمیره. میگن پرستارا همه رفتن بزن. آقای دکتر عزیز همه پرستارا رو حامله میکنین، به فکر مریضان باش دیگه، دو تا از اونها رو هم حامله کن دیگه. یعنی منظورم اینه که واقعا اصلا بیمارستان بدون پرسنل مونده واقعا. نکن، رعایت کن. تو رو خدا عامل این گرفتاری رو گیر بیارید بیرونش کنید. آدم جرئت نمیکنه دیگه بره بیمارستان. زن دو روز بستری باشه میبرنش تو سی سی یو گرمش میکنن، 9 ماه بعد حاصل این گرمایش میمونه رو دست تا. آقا تو رو خدا بریم نظرسنجی رو ببینیم، به به معلومه دیگه، 11 میلیارد نفر در یک حرکت انقلابی و پرپکانی رأی دادن و دست دشمن رو قلم کردن، با این رأی مشتی زدن به دهن همه برنامه‌های استکباری، همه به گزینه یک رأی دادن. البته خب اونایی هم که به گزینه‌های دیگه رأی دادن من اونا رو پیدا میکنم، خودم یه کاری میکنم که گرمایش و سرمایش دیگه حالیشون نشه. اجازه بدین برنامه این هفته رو تقدیم کنیم به فرامرز اصلانی عزیز که از بین ما رفتن این هفته. روحشون شاد باشه و یادشون گرامی. قربونتون برم.